سلام، این هفته قراره سه قسمت اول سریال بیگناه رو تحلیل کنیم و بعد از اون به این نتایج برسیم: 1. آیا ارزش دیدن داره یا نه؟ 2. ژانر فیلم ملودرام معمایی، ملودرام ژانریه که بیشتر زنها میپسندنش و خصوصا خانومهای خانه‌دار. آیا این سریال میتونه مخاطب هدف خودش رو هم جذب این فیلم کنه یا نه؟ و 3. ما در این فیلم یک کاراکتر داریم به اسم بهمن که جناب کیایی بازیش میکنه. این کاراکتر 20 سال پیش عاشق یک دختری بوده و 20 سال بعد برمیگرده به ایران و هنوز عاشق اون زن هستش. ما میخوایم به این موضوع بپردازیم از دیدگاه یکی از فلاسفه به اسم دیوید هیوم که آیا یک همچین چیزی ممکنه که بعد از 20 سال از جدایی از یک نفر عاشق یک نفر باشی یا ممکن نیست. پس با من همراه باشید. فکر میکنم با اومدن بهمن همه چیز تغییر کنه. من مرشد آریایی هستم و خیلی خوش اومدیم به کانالم. تجربه من از سه قسمت اول سریال بیگناه تجربه زیاد جالبی نبود. در سه قسمت اول ریتم کندی از فیلم شاهد بودم، ریتمی که بیشتر در فیلم شیم که یکی از آثار بزرگ سینما دیده بودم. اما اون فیلم سینمایی با این سریال یک فرقی داشت. داخل اون فیلم سینمایی ما یک کاراکتر داشتیم، افسرده بود، دچار ملال و پوچی در زندگی شده بود و کارگردان برای اینکه این حس افسردگی، پوچی و بی هدفی این کاراکتر رو به ما نشون بده، اینقدر فیلم رو کند به ما نشون میداد، اینقدر صحنه ها دیر میگذشتن که شما اذیت بشی و اینقدر موضوعات بد و توبه رو به مخاطب نشون میداد که فیلم تا چند روزم باید بمونه. کلا توصیه نمیکنم اگر فیلمای ایرانی میبینی به اون فیلم رو ببینی، چون اون فیلم اصلا فیلمیه که تابو شکنه و فیلمیه که بیشتر میخواد تفکر تو رو عوض کنه. ولی این فیلم یک فیلم احساسیه و قراره در من مخاطب احساسات به وجود بیاره، قراره تجربه شادی، خشم و احساسات و هیجان رو در من به وجود بیاره که من از دیدن این فیلم لذت ببرم. خب یکی از چیزهای مهم چیه؟ یکی از چیزهای مهم اینه که فیلم ریتم تندی داشته باشه. این چیزی که این فیلم نداره. گریم های این فیلم گریم هایی بود که به نظر می اومد گریمه، یعنی مخاطب وقتی میدید میگفت با اینکه گریم کرده. نباید گریم اینطوری باشه که مخاطب بفهمه. سبک لباس پوشیدن های این فیلم رو جلوتر بررسی خواهیم کرد و با یکی از سریال های ترکی معروف مقایسه میکنیم که چقدر نمیخونه و چقدر مخاطب رو اذیت میکنه. اما یک چیز مهمتر نحوه بیان این فیلمه. بذارید یه مقدمه بگم. نگاه کنید، قدیم ها خیلی مد بود سریالی بسازن یک نفر 20 سال مثلا از عشقش و از فراقش گذشته بهش نرسیده و الان اومده و میخواد بهش برسه. این نوع فیلم ها خیلی دیده شدن، اینا کلیشه‌ای شدن. حالا تو میخوای همچین فیلمی رو بسازی، باید نحوه بیانت خوب باشه. کارگردان این فیلم جناب احمدیه. یکی از کارهایی که باید انجام بده اینه نحوه روایتش طوری باشه که مخاطب جذب فیلم بشه. حالا بذارید نحوه روایت این فیلم رو از دیدگاه خودم توصیف کنم. نگاه کنید، من مرشد آریایی میخوام یه داستان بگم. میگم علی، حسین، جواد بیا. اینا میان پیش من. بعد داستانم اینطوری شروع میکنم: محمد رفت باشگاه، فاطمه رفت رستوران، امیر حسین رفت استخر. بعد همینطور این رفت اونجا، این رفت اونجا، این رفت اونجا. نه یه قلابی بندازی، نه یه کشمکشی، یه اتفاق عجیب غریب، چیزی که مخاطب ندیده باشه، یه اتفاقی کشمکشی داخل یه لوکیشنی که مخاطب فکر نکنیش وقتی همچین اتفاقی میفته. کل قسمت اول این بود که نشون بده من مثلا 10 تا بازیگر، نه یه اتفاق خاصی ذهن درگیر بشه بگی حالا چی شد. 20 تا کاراکتر با 20 تا ماجرا معرفی میکنه و مخاطب سردرگم میشه. شاید یه کمی قلقلکش بده، این سردرگم میشه دیگه. از سریال ارباب حلقه‌ای که بالاتر نداریم، تو قسمت اولش کاراکتر گالاردیل رو کامل برای ما ساخت. درسته نتونست احساسات اون و داداشش رو تو اون سریال به وجود بیاره که ما درکش کنیم، ولی سرگذشتش رو ساخت. یه قلابی انداخت که قسمت دوم هم ببین. ولی این سریال اصلا قسمت اولش طوری بود که مخاطبی که سریال بازه یا فیلم بازه و کلیشه زیاد دیده و سریال های یک شکل زیاد دیده در جا درابش میکرد. و به نظر من این سریال سریالی نیست که بتونه مخاطب رو درگیر رو خودش کنه. سریالیه که خیلی زود دراب میشه و فراموش میشه. فروغ، من برگشتم.
مبحث دومی که بهش پرداخته میشه ژانر فیلمه. ژانر فیلم ژانر ملودرام معماییه. ملودرام چه ژانریه؟ ژانریه که احساسات بین آدم‌ها و ارتباطات بین آدم‌ها رو بررسی میکنه و بیشتر به این احساسات و ارتباطات میپردازه. حالا چرا من گفتم زنها، خصوصا زنهای خانه‌دار، یکم چنین سریال‌هایی رو میپسندن؟ بذارید یه توضیح بهتون بدم. زنهای خانه‌دار از صبح خونه هستن، درگیر کارهای خونن، ولی یک چیزهایی براشون مهمه. بچه‌شون حالش چطوره؟ رابطش با بچه‌ش چطوره؟ رابطش با دخترش چطوره؟ رابطش با مامانش چطوره؟ رابطش با شوهرش چطوره؟ فلانی با فلانی چطوریه؟ احساسات مهمه و اصولاً انگار زنها احساساتی تر هستن. ولی برای مثال توضیح میدم، شما سریال قورباغه رو ببین. احساسات اونجا هست، برادری و رفاقت هست، ولی بیس اصلی فیلم چیه؟ کانسپت اصلی فیلم چیه؟ دقیقاً مثل زندگی واقعی که مردم از صبح تا شب میدونن که جایگاهشون علاوه اقتصادی، مالی و خیلی چیزهای دیگه بره بالا. دقیقاً تو اون فیلم هم کاراکترها دنبال این هستن که جایگاهشون بره بالا، با پول، با ثروت، با قدرت. احساسات هم کمی داخلش دخیله. خب ما الان متوجه شدیم این سریال بیشتر زنها، خصوصا زن خانه‌دار میپسندنش. اما یه چیزی، آیا در عصر جدید مخاطب زن ایرانی این سریال رو میپسنده یا نه؟ بذارید یک مثال براتون بزنم. این سبک سریال‌ها رو کانال‌های ترکیه‌ای خیلی می‌سازن. یکی از این سریال‌ها یک کاراکتری داره به اسم ایلیز، اگر اشتباه نکنم سریال عشق ممنوعان یا میوه ممنوع است و این چیزا. داخل اون سریال که یک کارگردان زن داره، ما با یک زنی طرف هستیم که شوهر یک آدمه، سمبالا شده که موضوع جذابی برای خانوما، بعد شوهر یه بچه داره که 17 18 سالشه، رابطش با بچه باید خوب باشه، رابطش با دختر بچه‌ش خوب باشه، رابطش با هواش باید خوب باشه. از این مهمتر چیزهایی که خیلی مخاطب زن بهش توجه میکنه، لباس. یه لباسایی تو اون فیلم میبینید که اصلا عجیب غریبه. کلی شرکت اسپانسر اون سریال هم. داخل این فیلم قشر بورژوا یا قشری که پول دارن رو نگاه کنید. خانواده جناب فرشبار، لباساشون گشاد، مشکی، بیشتر مال سال 70-80، قشنگ دمودست لباسا. یعنی خواستم مجوز بگیرم، گفتم فقط یه لباسی بذاریم که مجوزه رو بگیریم. ولی خب مثلا سریال ایلیز، حالا درسته که لباسش شاید مثلا یه کمی چی باشه، ولی قشنگ این حس بورژوا بودن رو میرسونه به مخاطب. این حس که این لباسا اندازه یه زحمت یک سری کارگر هر کدومش، این حس قشنگ میرسونه. خونه های درندهش، زندگی های جذاب برای مخاطب، قشنگ بورژوا قشنگ جذابیه. زندگیش برای مثلا کنار دریا بود خونه‌شون، بعد کنار دریا یک قایق داشتن. این چیزا رو می‌دیدی. خب مخاطبی که میاد این سریال ایرانی که ملودراما رو نگاه میکنه، میاد با یک سریال ترکی مقایسه میکنه، میگه من میرم اونو میبینم، هم امروزی تره، هم جذاب تره، هم قشنگ بورژوا رو قشنگ نشون داده، هم ریتم تندی داره، هم فیلم برداریش متفاوته. بیام اینجا اینو چی ببینم؟ فیلم بیگناه بیشتر من یاد سریال های سال های 75 تا 85 میندازه، حدودا 15 سال پیش تا الان، و چیز جدیدی اضافه نکرده، چه تو سبک فیلم برداری، چه تو سبک روایت و چه تو سبک کارگردانی. یک سریالیه که واقعا در گذشته خودش مونده. به همین دلیل این سریال حتی نمیتونه مخاطب زن خانه‌دار رو هم جذب خودش کنه. خب در ابتدا میخوام در مورد این صحبت کنیم که آیا این سریال لحاظ روانشناسی و فلسفه برای مخاطب قابل همزاد پنداری یا نه. بذارید یک مختصر مقدمه ای از روانشناسی و فلسفه بگم. نگاه کنید، فلسفه برای پاسخ دادن به سوالهای بزرگ به وجود اومده. یکی از اون سوالات این بوده، چگونه شاد باشیم. خب روانشناسی میاد چی کار میکنه؟ روانشناسی میاد دنبال این میگرده که چگونه شادتر باشیم و چگونه کمتر غمگین تر باشیم. اینطوری شاخه روانشناسی به نوعی با وجود میاد. حالا چرا روانشناسی و فلسفه در فیلم مهمه؟ به خاطر اینکه مخاطب وقتی که فیلم رو داره میبینه، وقتی قبولش میکنه، وقتی حسش میکنه که با مخاطب همزاد پنداری کنه. پس باید اصول روانشناسی و اصول فلسفه کاملا در فیلم رایت بشه. خب ما یه کاراکتر داریم به اسم بهمن. بهمن تو ایران زندگی میکرده، عاشق دختر شده، رفته انگلیس 20 سال زندگی کرده، حالا اومده ایران، هنوز عاشق اون دختره. هیکلش هیچ فرقی با 20 سال پیش نکرده، لهجهش سلیس فارسیه، لهجه انگلیسی نگرفته و فقط موهای سفید شده. هیچ فرقی تو این 20 سال انگار نکرده. حالا ما میخوایم از دیدگاه یکی از فلاسفه بزرگ این رو بررسی کنیم به اسم دیوید هیوم. اما قبلش در مورد جان لاک یک صحبتی کنم. جناب جان لاک یکی دیگه از فلاسفه هستش. اون میگه خاطرات ما هویت ما رو شکل میدن. یعنی چی؟ زندگی که کردیم،
یه سری تجربیات داشتیم، یا احساس لذت به ما داده یا احساس درد. این باعث شده که ما یک سری اخلاقیاتی داشته باشیم. اینها باعث شده که هویت ما رو شکل بده، یعنی انتخاب‌های ما بر اساس همین لذت‌ها و دردهایی که در زندگی کشیدیم. حالا این رو در نظر داشته باشید که هویت و انتخاب‌های شما بستگی به گذشته و خاطراتتون ممکنه باشه. حالا جناب دیوید هیوم میگه چی؟ دیوید هیوم میگه که شما تجربه میکنید و تجربتون عامل انتخاب‌هاتونه. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا یک مردی هستی دنبال سکس هستی، این که شما دنبال سکس هستی، این احساس تو باعث میشه که به منطق تو و عقل تو غلبه کنه و عقل تو رو رام کنه که فقط دنبال یک چیزهایی باشی که بتونی به این سری چیزها برسی. یعنی چی؟ یعنی دنبال پول باشی، دنبال ثروت باشی، دنبال قدرت باشی. و تجربیات تو هویت تو رو تشکیل میده. یعنی چی؟ یعنی 20 سال پیش تو گیتاریست بودی، یا آدمی بودی، جوون بودی، تو لحظه زندگی میکردی، علی بیغم بودی، به نوعی دغدغه نداشتی، عاشق یه دختر جوون شدی. حالا 20 سال گذشته، تو گیتاریست بودن رو گذاشتی کنار، شدی وکیل، یه آدم منطقی شدی، تو لحظه زندگی نمی‌کنی، کلی زوج رو دیدی که به هم برگشتن شکست خوردن. از دیدگاه یک نفر مثل دیوید هیوم شما نمیتونی عاشق اون باشی. چرا؟ چون تو اون آدم سابق نیستی. 20 سال پیش با اون تجربیاتی که تو کردی و اون احساساتی که تو داشتی تو یه آدم بودی، الان یه آدم دیگه. در یک صورت تو میتونی اون آدم رو دوست داشته باشی، در این صورت که بپذیری خودت کامل یه آدم دیگه شدی، اونم تو این 20 سال یه آدم دیگه است. باید حس کنی اون یه آدم غریبه است. الان دیگه باید این موضوعی که اون آدم قبلیه رو بذاری کنار، بعد به این فکر کنی که اون یه آدم دیگه است، تو این 20 سال یه غریبه شده برات. پس این نکته رو کامل در نظر داشته باش. و من خودم به شخصه به این عقیدم که این سریال اصلا نمیگیره، یکی از دلایلش هم همینه که مخاطب باش همزادپنداری نمیکنه. مخاطب این رو میبینه با یه موضوعی طرفه که اصلا باهاش جدا نمیاد، یکی بعد از 20 سال هنوز درگیر یه عشق و هنوز همون آدمه، فقط موهای سفید شده. مخاطب در جا فیلمو دراب میکنه، نمیفهمتش، حسش نمیکنه، درکش نمیکنه. و مشکل من اینه که اصلا این فیلم وقتی فیلمنامه‌اش دست کارگردان رسیده یک دقیقه با خودش نگفته تو این 20 سال آدم مگه ممکنه فرق نکنه؟ مخاطب من چجور راضی کنه؟ چرا مثلا فیلم های ژاپنی مثل ریش قرمز که یکی از بهترین اثرهای تاریخ سینماست، مرد 20 سال بعد از مرگ همسرش هنوز به فکر زنشه؟ چرا؟ چون تو خیلی قدیم زیاد آدما درگیر نبودن، تلویزیون نبود، رسانه نبود، تجربت از زندگی زیاد نبود، نمیتونستی تجربتو زیاد از یک دهکده یا شهر بیرون ببری. اون موقع تو بعد از 20 سال همون آدم میموندی. یعنی ممکن بود 100 سال پیش آدمای یک روستا همشون یک شکل باشن با یک عقاید. الان که آدما متفاوتن، الان که آدما هر کدومشون یه سلیقه متفاوت دارن. چرا؟ چون تجربیات متفاوت حس درد و لذت متفاوتی داده و اونها راه خودشون رو دارن میرن. حالا این فیلم اومده دقیقاً مثل فیلم ریش قرمز شاهکار استاد کوروساوا عمل میکنه، ولی اون مانه اون زمانه، اون مانه تجربه های اون آدمه، اون مانه ژاپنی هاست که تا 10-20 سال پیش بهترین زنهای دنیا و به نوعی زنهایی که خیلی اطاعت از شوهرشون میکنن و احترام شوهرشون میذارن مال اونجان، اونطوری بود. نه الان در انتها در مورد این فیلم باید بگم احساس خوبی نسبت به این فیلم نداشتم. این فیلم چه لحاظ فیلمنامه نویسی، چه لحاظ کارگردانی، چه لحاظ دیالوگ و خیلی چیزهای دیگه چیز جدیدی اضاف نمیکنه. اگر من بخوام بگم سریال خوب بین اینو سریالای دیگه ایرانی چیه، سریال قورباغه خیلی چیزای جدیدی داشت، از کارگردانی، نوپردازی، بازیگری تا این سریال. در انتها ما یک سری کلاسای تحلیل فیلم داریم و اگه علاقه داشتی میتونی کانال یوتیوبمو سابسکرایب کنی، در کانال تلگرامم جوین شی یا در اینستاگرام منو فالو کنی. به محض اینکه آماده شد در یکی از این سه جاها، چه یوتیوب، چه تلگرام، چه اینستاگرام، بهت اطلاع داده میشه و 100% اگه علاقه به محتوا داری اونجا یک چیزهایی یاد میگیری که محتوای قشنگی داشته باشه، به درد زندگی هم بخوره. امیدوارم از این تحلیل لذت برده باشید. خدا نگهدار.